رسیدیم به نظریه آرنیوس آقای آرنیوس یه دانشمند سوئدی بود که داشت روی رسانایی الکتریکی محلول های آبی کار میکرد بعد یه سری نتایجی مشاهده کرد که فقط ترکیبای مولکولی تو آب یون تولید میکنن رسانایی داره گفتن برو بابا حالت خوب نیست مولکول مولکول یون یون دیگه مولکول چجوری یون میشه انداختنش بیرون از دانش گفتن آ این این دیوانه است انداختنش بیرون از دانشگاه بعد دانشجواش بودن گفتن استاد ما آدم خفنی بود حالیش بود الکی نبود که راهش رو را ادامه دادن این تحقیقاتش رو دنبال کردن نظریه ای که داد رو دانشجوهاش اثبات کردن نظریش که اثبات شد و برش گردوندن دانشگاه کرسی استادیش رو بهش پس دادن یه جایزه نوبل هم گذاشتن تنگش یه جایزه نوبل شیمی هم برنده شد آیه سوانت آرنیوس نظریش چی بود چی میگو وای آرنیوس طبق گفته نارنیوس که گفتم رو چی کار میکرد رسانایی الکتریکی محلولهای آبی خب همین ممکنه سوال بیاد همین که گفتم جمله کار میکرد چی میگفت میگفت که آقا اگر یه ذره یه ماده ای تو آب حل بشه بعد تو آب یون هاش مثبت تولید بکنه این اسیده هاش مثبت آره هاش مثبت بیرو ببینیم هاش مثبت چی میشه هیدروژن مگه این شکلی نبود هیدروژن یه دونه پروتونه یه الکترون هم دورش این هیدروژن دیگه هیدروژن یک هاش یک یک تو فکر کنی الکترون رو از دست داد چی مونه؟ یه دونه پروتون خالی اینو بهش چی میگن؟ میگن هاش مثبت. خب یه دونه پروتون خالی یه ذره عجیب نیست الکترون نداشته باشه چرا عجیب اونم تو آب خب چه اتفاقی برای این میفته برای این یه دونه پروتون خالی این سریعا با مولکول آبی که کنارش هست واکنش میده چی تولید میکنه پس هاش مثبت سریعا با آب واکنش میده یون هیدرونیوم تولید میکنه هاش سه اوی مثبت ساختار لویسش رو یادت میاد تو دهم ده کشیدیم این شکلی بود این اکسیژن ببین بار مثبت رو به اتم مرکزی نسبت میدادیم یادآوری از دهم بار مثبتو و کلا هر باری که داشت مثبت چه منفی به اتم مرکزی نسبت میدادیم یه بار مثبت اکسیژن یه بار چی میشه شبیه نیتروژن میشه دیگه شبیه گروه 15 یا میشه یعنی اکسیژنت این شکلی ساختار الکترون نقطه ایش. حالا بیا هیدروژن رو بهش وصل بکن آ آ اوکی کلش هم بگو چی یک بار مثبت این ساختار لویس یون هیدرونیوم پس به این هاش مثبت همه اینها اطلاق میشه بهش هاش مثبت میگن خب بهش یون هیدرونیوم میگن بهش پروتون هم میگن این سه تا معادل همدیگه هیچ فرقی با هم ندارن هر کدوم از این کلمات رو استفاده بکنن پس میتونیم بگیم ما نظری آرنیوس میگه که هر چیزی که تو آب حل بشه غلظت یون هیدرونیوم رو افزایش بده اسید آرنیوس بله هر چیزی که تو آب حل بشه پروتون آزاد بکنه اسید آرنیوس بله اوکی هر چیزی که تو آب حل بشه هاش مثبت آزاد بکنه غلظت هاش مثبت ببره بالا اسید آرنیوس بله پس این سه معادل هم پروتون یون هیدرونیوم هاش مثبت اوکی خب اینا شدن چی اسید آرنیوس یه چیزی گفتم لا حرفم گفتم تو آب حل بشه پس نظریه آرنیوس فقط تو آب کاربرد داره یعنی تو خشکی حرفی برای گفتن نداره اگر اون ماده رو تو آب حل کردیم فلان اتفاق افتاد بعد میتونه نظر بده اوکی خب بریم ادامه یون هیدرونیوم الان کشیدم ساختار لویسش رو هیدروژن یه الکترون از دست بده فقط یه پروتون میمونه یه پروتون گفتم نا ناپایداره سریعا با واکنش چی تولید میکنه یون یعنی هیدرونیوم تولید میکنه یون یعنی هیدرونیوم بچه هشت مثبت چندتا مصبت چند تا دونه پروتون داره اکسیژن هشتا پروتون هر هیدروژن هم یه پروتون 8 تا سه یازده پروتون داره چند تا الکترون داره خب یه الکترون کمتر از تعداد پروتوناش چون یه بار مثبته پس 10 تا چی داره الکترون داره اوکی 8 تا الکترون تو لایه ظرفیت داره چرا تو فکر کن هر هیدروژن یه الکترون تو لایه ظرفیتش داره اکسیژنش هم دیگه بروشون زعی نیست ساختار لویس یادت بیاد یه بار یه دونه الکترون انگار اکسیژنش از دست داده ما اینجوری اینجوری نبوده ولی فرض میکردیم که بار چه گرفته و چه دست داده مرکزی گرفته باشه از دست داده ساختارش هرمیه بله یون هاش سعوی مثبت آیا امکان جذبه یه هاش مثبت دیگه داره؟ نه نداره چرا؟ چون این هاش مثبت هاش سعوی مثبت هم دیگه رو هم نام دفع میکنن پس دیگه نمیتونه هاش مثبت بگیره خیلی مهم ها یعنی سوال میاد کنکور میاد یون هیدرونیوم میتونه بیاد یه دونه الک... یه هاش مثبت دیگه بگیره نه نمیتونه بگیره آب میتونه یه بگیره ولی نه همچنین میگه مولکول های آب از سمت هیدروژن به این نزدیک نمیشن چرا سر هیدروژن آب سر مثبتش بود سر اکسیژن سر منفیش بود یعنی مولکول های آبی که دور بر یون هیدرونیوم هستن از سمت هیدروژنش به یون هیدرونیوم نزدیک نمیشن از سمت اکسیژنشون نزدیک میشن اسیدها به طور کلی دو تا دسته معروف میشن توی شیمی چیا یه سریاش دسته اول ترکیباتی که هیدروژن اسیدی دارن خودشون تو قشنگ اون هیدروژن رو داری میبینی یه هیدروژن داره و هیدروژن اسیدی شه مثل چی مثل اونایی که هیدروژن متصل به هالوژن دارن HCl HF اوکی HI HBr آی، اینا چی اسیدهایی هم که هیدروژن متصل به هالوژن دارن یه سری ها هیدروژن متصل به اکسیژن دارن تو ساختار لوئیس دهم باز رسم کرده بودیم گفتیم به تعداد هاش و هاش رسم میکنیم به اتم مرکزی اینا هیدروژن متصل به چی دارن اکسیژن دارن یه سری دیگه هیدروژن متصل به سیانید دارن مثل هیدروسیانیک اسید اینا همشون هیدروژن اسیدی دارن یا کربوکسیلیک اسیدا هم هیدروژن متصل به اکسیژن داشتن دیگه ما اسید چرب و اینا خوندیم تو بحث صابون هم این قسمت های قبلی اما یه سریا هستن هیدروژن متصل به اکسیژن ندارن اما وقتی تو آب حل میشن به کمک آب هاش مثبت تولید میکنن اینا هم آرنیوس هستن مثل چی؟ مثل اکسیدهای نافلزات مثل اندو او 5 مثل SO3, CO2, CL2O7, N2O3 اکسید نافلز یعنی چی؟ میتونی بگی؟ اکسید نافلز چیه؟ اکسید نافلز به ترکیب دوتایی اکسیژن و نافلز میگن ترکیب چی؟ دوتایی ترکیب دوتایی یعنی چی؟ ببین مثلا مثلا این N2O5 از چی ساخته شده؟ از نیتروژن و اکسیژن دو نوع عنصر داره پس ترکیب دوتاییه پس این اکسید نافلز محسوب میشه یعنی یه نافلز باشه با یه اکسیژن اما اینو ببین این اکسید نافلز هست؟ نیست چرا نیست؟ چون ترکیب دو تایی نیست این ترکیب سه تاییه هم کربن داره هم هیدروژن داره هم اکسیژن پاورقی جزبت رو نگاه بکنی یه سری اکسیدا اونجا نوشتم مثلا کربن مونو اکسید یا NO اینا گفتم چی n او اینا اکسیدهای خونسا هستن که اصلا بحث شما نیست یعنی سوالی هم اگه راجب اینا بهتون دادم بدونی سوال چرت و پرت اصلا سوال نه بپرسم منم پاورقی نوشتم برات اکسید خونسا هم اینا تو آب حل بشن بیون هیدروژن هاش مثبت تولید نمیکنن خاصیت اسیدی ندارن خب مثلا تو کتاب شما نمیاده تو هم بدونی ندونی فرق نمیکنه اصلا ازش سوال نمیاد حالا بچا میره دقیقا اون ستا رو حفظ میکنه اما نیازی نیست حفظ بکنی اصلا تو سوال نمیدن اوکی اصلا تو کتاب هیچ جاش نمیاد چه این بحثی حالا من چون تو بعضی کتاب های کمک آموزشی مزخرف میان چیزا چرت و پرت میگن بعد بچا میگن او اینو اجازه نگفته بود بابا اینا نیست نیست چیزی که باشه چیزی که تو کنکور سوال میاد مطمئن باش من گفتم یه درگیری که من با کتاب های کمک آموزشی دارم اینه که چرت و پرد زیاد میگن یعنی چی چرت و پرد زیاد میگن چیزهایی که اصلا تو کنکور سوال نمیاد اصلا توی کتاب درسی وجود نداره بحث ها بحث مسائل نیمه عمر توی شیمی او هر کی دنیا بگونی مثلا مسائل نیمه عمر مثلا چقدر طول میکشه تا مثلا فلان اتم از بین بره و اینا مال نظام قدیم هم نبود مال نظام قدیم تر بود این دوره ما به اون میگفتن نظام قدیم تو اونجا سوال میومد اصلا فقط اسم نیمه عمر اومده مسائلشو نداری که تو باید ببین تو همه کتابات تو آزمون از سوال میدن نیمه عمر نیمه عمر بریم ادامه بر طبق مدل آرنیوس باز چیه باز ذره که توی آب باعث افزایش غلظت یون هیدروکسید بشه یون هیدروکسید چی بود اوهاش چی منفی هر چیزی که اوهاش من تو آب حل بشه اوهاش منفی آزاد بکنه غلظت اوهاش منفی ببره بالا بهش میگن باز آرنیوس مثلش یه دستشون هیدروکسیده های فلزات هستن اوکی؟ که قشنگ اوهاش هم دارن همینجا هر چیزی که اوهاش داشت باز آرنیوس نیست دا صرف اوهاش داشتن نشون دهنده باز آرنیوس نیست اشتباه نکنی ببین مثلا سی هاش سه اوهاش این الکل این بازار نیوس نیست اتانول سی دو هاش پنج اوهاش اینا اصلا تو آب مولکولی حل میشن من چی گفتم؟ گفتم تو آب حل بشه غلظت اوهاش منفی رو ببره بالا یعنی باید تفکیک یونی بشه یا مثلا چه بودم اگه مولکولی هم هست بیاد یونیده بشه اوهاش منفی تولید بکنه اینا اوهاش منفی تولید نمیکنن ولی اینا رو بین اکسیدهای فلزات اینا چی اینا باز آرنیوس هستن اینا تو آب حل بشن ترکیب یونی اوهاش منفی ها تولید میکنه خوب تولید میکنه اینا هیدروکسیدهای فلزات بودن اکسید فلزات هم باز باز آرنیوس هست چه جوری؟ اکسید فلز اون مثالی که اتب... تو قسمت قبل یا قسمت قبلتر رو من زدم به اون دیواره کتری و اینا گفتم کلسیم اکسید آهک بعد تو آب خودش با آب واکنش میده میشه سی آو دو همون اینا اکسید فرزاد مثل همون آهک اینا خودشون الان اوهاش نداره این اوهاشش کو اوهاش نداره که خودش یون هیدروکسید نداره اما تو آب که حل میشه آهک به کمک آب یون تولید میکنه سی دو مرتبه اوکی دیدی اوهاش تولید کرد اینجوری میاد یون هیدروکسید تو آب آزاد میکنه و تولید میکنه آمونیاک و آمینها ها ببین آمینها ها مثل چی؟ بچه هایی که میان سمت شیمی همه چی یعنی یه سریال دیدن بریکینگ بد بعد میان آه لیتس گود بیا بسازیم دارم فلان آشپزخونه بزنیم اونجا چی میگفت؟ متام فتامین آمینه اوکی کوکائین هروئین مواد مخدر مشتقات آمین ها هستن آمین ها بازن تلخ مزن بر همین دیدی تو فیلم یارو ها مثلا چاقو میزنه تو مواد مخدر میزنه به زبونش بعد توف میکنه آ تلخه آمین ها آره بازن تلخن بازها تلخ مزن اسیدها ترش مزه پس آمونیاک NH3 که میبینی اوهاش نداره اما این مثلا اوهاش داره اینی که اوهاش داره باز نیستیم اوهاش نداره باز حالا میگم اونو چجوری جوری آمونیاک رو تو خیلی از منابع انهاش اوهاش می‌نویسن انهاش شار اوهاش همون انهاش یعنی نهاش به کمک آب در واقع انهاش چهار اوهاش تولید میکنه و موقعی که داره تفکیک یونی میشه میشه انهاشار شار اوهاش من منفی و خاصیت بازی داره خب اکسید فلز به چی میگن؟ یه مرور بکنیم به ترکیب دوتایی اکسیژن و فلز میگن مثل اکسید نافلزات این هم باید ترکیب دوتایی باشه تا اکسید فلز به حساب بیاد خب تمرین اولی میگه گاز هیدروژن فلورید هاش اف یک اسید یا باز آرنیوسه ببین درسته که گازه درسته بر حالت محلول در آب نیست ما گفتیم آر نیوز فقط تو حالت محلول در آب میسنجه اما اما این گازه رو میشه تو آب حل کردی دیگه منظورش اینه تو تو آب حلش کردی هاش افرو این اسید آرنیوس بود یا باز آرنیوس اسید آرنیوس بود چرا چون هاش مثبت تولید کرد در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم میشه تمرین بعدی سودیوم هیدروکسید جامد میگه آقا سود ان او هاش اس این اسید یا بازه تو آب حلش میکنم اوهاش منفی تولید میکنه باز آرنیوسه چون در آب باعث افزایش غلظت یون هیدروکسید میشه معادله های شیمیایی واکنش زیر رو به آب بنویسید و موازنه کنید خیلی 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 مهمه حتما 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 چه توی کنکورت چه توی امتحان نهایی از این سوال میاد توی کنکور باید بلد باشی نوشتنش رو تا رو بتونی حل بکنی توی امتحان نهایی اصلا میان تو مدرسه میگن همین واکنش بنویس همینو بنویس ال آی 2 او با هاش 2 او واکنش بده چی تولید میکنه اکسید فلز با هیدروکسید فلز بگم چه با آب هیدروکسید فلز تولید میکنه هیدروکسید فلز چی میشه ما واکنش نویسی بلدیم دیگه من درس دادم واکنش نویسی ببین ال آی بذار این ور بر بنویسم این گوشه ال آی یک بار مثبت لیتیوم یون هیدروکسید اوهاش یه بار منفیه آنیون و کاتیون بارهاشون رو با هم عوض میکنن چی تولید میکنه ال آی اوهاش اوکی پس ترکیب اینها با هم دیگه ال آی اوهاش تولید میکنه حالا من موازنه بکنم این به یک این چی دو، اوکی اینم یه ذریبه 1 بدم تمومه اینم موازنه اش n2o5 با h2o n2o5 با h2o من بیام کله هیدروژن و اکسیژن و نیتروژن رو با هم جمع بکنم چی تولید میکنه میشه h2 n2o6 دو. دو جمع بکنم دیگه ببین قانون پایستگی جرم اتم اینا به وجود آب بین میره خب حالا ما بر نوشتن فرمول شیمیایی ساده ترین رو میگه یه دو ازش فاکتور بگیری. یعنی چی؟ یعنی او اگر نمیتونی اینا رو هم بگی حفظ بکن N2 و 5 با هاش دو چی تورید میکنه؟ هاش N او 3 موازنش بکن زریب یک یک دو این از این اوکی برم سراغ بعدی بعدی اس با هاش او so با H2 H2SO4 تولید میکنه چی؟ H2SO4 اوکی ضرایبش این یک این یک اینم هم یک همه ضرایب چیه؟ یکه باریوم اکسید با h 2 چی تولید میکنه؟ اکسید فلز با آب هیدروکسید فلز تولید میکنه فقط یه چیزی رو یادت باشه باریوم فلز گروه دوی دوبار مثبته. هیدروکسید اوهاش یه بار منفیه اینا بارهاشون رو با هم عوض بکنن میشه بی آ اوهاش دو مرتبه الان اینا با هم واکنش دادن پس چی تولید میکنه بی آ اوکی اوهاش دو مرتبه اوکی موازنش بکنم ضریب یک ضریب یک ضریب چند یک اوکی این از این برم سراغ بعدی کادوو و پوتاسیوم فلز گروهی که دیگه پس کا یه بار مثبت اوهاش هم یه بار منفی اینا با همدیگه دیگه کا اوهاش تولید میکنن این از این موازنش بکنم ضریب یک ضریب یک ضریب چند دو این از این برم سراغ بعدی کلسیوم اکسید کلسیوم اکسید قبلا گفتیم دیگه قبلا توی مثال هایی که زدم بود کلسیوم اکسید با آب کلسیوم هیدروکسید تولید میکنه کلسیوم مثل باریوم فلز گروه دو با اوهاش منفی سی آ اوهاش دو مرتبه تولید میکنه پس این میشه چی؟ میشه سی آ اوهاش اوکی دو مرتبه حل موازنش هم بکنم ضریب یک ضریب چی؟ یک اینم ذریب یک این از این پس اینو گفتم چی خیلی خیلی مهمه و اینو حتما بلد باشید رسیدیم به مقایسه قدرت اسیدها که این بمونه برای قسمت های بعدی